حدود 13 روز پیش از شمال سرسبز از استان گلستان شروع شد و به استان گرم فارس و شیراز رسید. سیل ویرانگری که از 27 اسفند بسیاری از استانهای ایران از شمال تا جنوب را در بر گرفته تا به امروز 45 قربانی گرفته است. سازمان هواشناسی ایران در توصیف آخرین وضعیت سیل و آبگرفتگی استانها میگوید فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه 11 فروردین تشدید شده و روز دوشنبه 12 فروردین به جز استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در سایر مناطق کشور شرایط مشابه روز یکشنبه خواهد بود. احتمال بارش شدید در روز دوشنبه در استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیل یولیه و بویراحمد، شمال غرب فارس، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان وجود دارد. اما شهرستان‌های آقلا و گمیشان از توابع استان گلستان از اولین مناطق سیل زده همچنان از آسیب موج اول بارندگی ها و سیل ناشی از آن در رنجند. به سراغشان می رویم. سمت رفت آب بالا. منطقه ما رفت دومت، منطقه ایدگاه، بیسک انگلیس، ایدگاه، ایسار اینور. عدم مدیریته، باید مدیریت بشه. مدیریت قوی میخواد. هر چی فقط مردم دارن کار میکنن دیگه. هر کاری میکنن مردم. ارتش سپاه نظامی هستن ولی بیشتر مردم هن دیگه. سیل در آقلا عملاً جریان زندگی را مختل ساخته و بیش از 50% از شهر درگیر آب گرفتگی است. به دلیل بارندگی های اخیر و جاری شدن روان آب ها و افزایش حجم آب گرگان رود به این شهرستان در بخشی از آقلا ارتفاع آب در حال افزایش است. وضعیت در منطقه ترکمن نشین گمیشان تأسف بارتر است. برخی از مناطق این شهرستان به زیر آب رفته. راه های زمینی برای ارتباط با این شهرستان کاملا مسدود شده و نیروهای نظامی از جمله سپاه و ارتش در تلاشند تا یک راه زمینی با گمیشان ایجاد نمایند. اما تا زمان تنظیم این گزارش خبری از افتتاح این راه ارتباطی نبود. هلال احمر میگوید تا کنون به 53 هزار نفر در استان گلستان امداد رسانی کرده و از ابتدای بحران 13 هزار نفر در این استان اسکان موقت داده شدند و شماری از آنان اماکن اسکان موقت را ترک کردند. اینجا والا وسیله زیاد میاد، مردم زیاد کمک میکنن. خوراک اینا خوبه ولی از لحاظ بهداشت خوب نیست. اکنون دو استان لرستان و خوزستان بیشتر از دیگر استانها در خطر سیل زدگی اند. در لرستان وضعیت اضطرار و در خوزستان وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. خوزستانی که چند سالی است گرفتار موزل ریزگردهاست و اکنون گرفتار اضطراب سیل ویرانگر.